با سلام، خسته نباشید. خدمت حزب کمونیست کارگری، کانال جدید که صدای ما مردم مظلوم ایران هستید. این نظر سنجی که گذاشتید، یعنی 90% مردم تو کوچه، خیابون، بازار، مغازه، اتوبوس، تاکسی، همه میگن ما طرفدار اسرائیلیم. اسرائیل با موشک بیت العبری رو بزن، سپاه رو بزن، فرمانده کل سپاه پاسداران رو بزن، قرارگاه سارالله سپاه رو بزن، بیت العبری رو بزن. و این حکومت فاسد دو از آدم کش و بچه کش رو سرنگون بکنین. مردم همه موافقن که اسرائیل نقاط نظامی جمهوری اسلامی رو بزنه. اون موقع وقتی نقاط نظامی جمهوری اسلامی رو زد، مثل فرماندهی ستاد کل سپاه، قرارگاه سارالله سپاه و بیت العبری رو بزنه، اون موقع مردم میلیونی میان تو خیابون، حکومت فاسد دزد آدمکش بچه‌کش جمهوری اسلامی رو سرنگون کنه. نظرسنجی ما اینه که مردم میگن اسرائیل باید حمله نظامی کنه به جمهوری اسلامی تا مردم از این فقر و فلاکت و بدبختی پیدا کنن. با تشکر از شما. تشکر از شما همراهان گرامی، بینندگان محترم که در این نظرسنجی شرکت کردید. حمید تقوایی، من برمیگردم به شما. امیدوارم که پیام ها رو شنیده باشید. پر واضحه که مردمی که به هر حال به تنگ اومدن از فقر و فلاکت و این همه بی حقوقی، تورم، گرانی، اختلاس ها، دزدی ها، همین گشت ارشاد، بساطی که راه انداخته جنگ علیه زنان، شاید برخی فکر کنن که اگر مثلا اسرائیل حمله بکنه به نفع مردم هست. البته در پیامی که شنیدی مشخصا میگه بیت رهبری رو بزنه و پایگاه های نظامی جمهوری اسلامی رو. فکر میکنید که چقدر این جنگ افروزی ها، این درگیری های نظامی اساسا میتونه به نفع مردم ایران تموم بشه و به نظر شما در این بین مردم چه نقشی باید ایفا بکنن یا میتونن ایفا بکنن برای تغییر این شرایط و خروج از این وضعیت، برون رفت از این وضعیت؟ خب یک نکته روشنه، مردم هر ضربه‌ای که به نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی در داخل ایران یا در خارج ایران بخوره، مردم خوشحال میشن. مثلا در این حمله‌ای که به همین کنسولگری شد در دمشق، موضع مردم این بود که خب اینها همین قاتلان ما بودن، این سرداران سپاهی که اونجا کشته شدن و مشغول نقشه‌ریزی یا هر طرحی داشتن، اینا همونایین که به ما شلیک کردن. به وقتی قاسم سلیمانی ها زدن، خب میدید شد جشن مردم. مردم هنوزم با مسخره و طنز به اون قضیه برخورد میکنن. خب میگم این منطق کاملا قابل درکه که هر نیرویی به نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی ضربه بزنه، مردم خوشحال میشن و حق دارن هم خوشحال میشن. این فرق میکنه با جنگ. به نظر مردم خانه جنگ نیستن، اونطور که 8 سال تمام جنگ ایران عراق ادامه پیدا کرد. اون جامعه رو به زیر آتش گرفت اون جنگ. هم اون دوره جمهوری اسلامی دیگه شمشیر رو از رو بست و به جون مردم افتاد در سایه جنگ با عراق، و هم خود جنگ ویرانی به وجود آورد، میلیون ها کشته به وجود آورد، مجروح به وجود آورد. به این معنی من فکر نمی‌کنم هیچ کس خواهان حمله یا جنگ به معنی اینکه دو کشور درگیر هم بشن و یک جنگ طولانی مدت بشه. از این نقطه نظر، به نظر من همه مخالف جنگن و ما نه حتی جنگ، نه جنگ بلکه حتی حمله نظامی حتی محدود اسرائیل هم درست نمیدونیم، چون میتونه به همین نوع جنگی که من میگم منجر بشه، تنش زیاد بشه و کل خاورمیانه وارد حالت جنگی و درگیرا و تخاصمات نظامی بشه. این نه به نفع مردم ایران، نه به نفع مردم در هیچ کشور دیگه. کار جمهوری اسلامی و مردم باید یکسره کنن و مردم اینو میدونن. اینو هم بگم، اسرائیل بلند نمیشه بیاد مثلا رهبری رو بزنه یا جماران رو بزنه، همچین نقشه‌ای نداره، همچین کاری نخواهد کرد. و بنابراین این فقط میتونم بگم آرزوی مردمه که یک بلای آسمانی بیاد و خامنه‌ای رو بیت رهبری رو دود کنه و هوا بفرسته، این آرزوشونه. ولی هیچ نیروی تو دنیا نمیخواد این کارو بکنه و به این معنا هم این امر سرنگونی جمهوری اسلامی امر خود مردمه. باید سازمان پیدا کنن، متشکل بشن و اعتراضاتشون رو گسترش بدن در فضای واقعی، در میدان، در بیانیه و اطلاعیه‌هاشون، در فضای مجازی، در سطح بین‌المللی، در شهرهای ایران خواستای روشنی رو بزنن، مثل محاکمه جهانی جمهوری اسلامی،
مثل بایکوت جمهوری اسلامی. ببینید این جنگ یک جنبشی رو که بهش به اصطلاح مومنتوم جدیدی میده و تقویت میکنه، جنبش تحریم، انزوا، منزوی کردن و بایکوت جهانی جمهوری اسلامی هست. این خواستیه که مردم ایران دارن، این چیزی که ما به استعاره میگیم سرنگونی جمهوری اسلامی در خارج کشور. الان جاب برای این کاملا آماده شده. خیلی متشکرم. با توجه به این نکته که جنگی شاهد بودیم که چطور گزارش عفو بین الملل جمهوری اسلامی از هر جانب زیر فشار قرار داده بود، همینطور مبارزه علیه آپارتاید جنسیتی چطور داشت گسترش پیدا میکرد. یکی از مزار جنگ همین هست، رو گفتمان رو عوض میکنه. صحبت ها در الان چند هفته اخیر رفته سر تخاصم بین اسرائیل و جمهوری اسلامی، در حالی که قبل از اون بس بر سر جنایت های جمهوری اسلامی علیه بشریت بود، بس بر سر آپارتاید جنسیتی بود، بس بر سر اعدام ها بود. ما باید سعی کنیم این فضا احیا بشه، باید سعی کنیم این فضا گسترده تر هم بشه، این فضای اعتراضی علیه اعدام ها، علیه حجاب، علیه زنان کلا در ایران، سرکوبگری ها، کشتاری که جمهوری اسلامی میکنه، این جنگ خیابانی که علیه زنان به راه انداخته، این باید دوباره تبدیل بشه به اون گفتمان و به اون خبر اصلی رسانه ها در خود ایران و در دنیا. ما باید تلاشمون این باشه و این دست مردم رو میبوسه. به نظرم فضای جنگی، اصلا یکی از مطلوبیت های فضای جنگی برای جمهوری اسلامی این هست که این فضا رو به عقب برونه و گفتمان رو ببره یه جای دیگه. ما باید این رو تغییر بدیم و دوباره باید انقلاب به نظر من با گستردگی بیشتر، با تشکلیابی بیشتر و با تعرض بیشتری به میدون بیاد.